خیلی ذوق داشتم برسم جهرم، چون یکی از دوستای قدیمی اونجا بود و دوست داشتم که از نزدیک ببینمش و کلی دیدارها تازه بشه. ولی ورودی جهرم خیلی برای من جذاب بود. یکی اون بهارایی که باز شده بود و ابتدای شهر بوی بهار کل شهر رو گرفته بود، یکی همون باقای نخلش که بسیار زیبا بود. و من توی اون مسیری که از سمت جنوب میومدیم به سمت جهرم، این باغهای خرمای به اون زیبایی و بزرگی رو تا به حال ندیده بودم. واقعا قشنگ بود و نظر منو جلب کرد. مسیر لار به جهرم یه دونه تونل داره به نام تونل وحدت، داریم میریم دیگه. ببینیم بعدش چند کیلومتر دیگه داریم، ولی فکر کنم خیلی نزدیک باشه. محمد چطوری؟ عالی. نه محمد بود و منم سایه ای ندارم چون تو تونل. یه هلوش 30-40 کیلومتر داریم تا جهرم. پشت این کوها میشه جهرم، باید یکم دیگه سربالایی رو ادامه بدیم. دیروز 120 کیلومتر رکاب زدیم، دیگه اینجا سربالایی رسیدیم، دیگه بریدیم. بعد شبم بود اومدیم اینجا، رفتم از خانم آقایی که اینجا رستوران دارن پرسیدیم که میتونیم تو چادر بزنیم، گفتم بله بفرمایید. بعد اومدیم اینجا چادر زدیم. سلام، اینم فاطمه داره وسایل رو جمع میکنه. همیشه وسایل رو من جمع میکنم. بله، هیچ وقت کمک نمیکنه. گذر میکنیم شاکی. بچه هامون هم اینجا توی کارواش خوابیدن. بعد بعضی شبه هم اینجوری میشه دیگه، به جای درخت و آب و چیزای خوشگل مشکل اینجور جا باید بخوابیم. بعد ولی اون خانم آقایی که اونجا رستوران دارن دوتا آدم بی نظیر بودن که بارو دیزی و چلومایی چه مهمون کردن و واقعا من نیده بودم آدم به این سخاوتمندی. و اینکه الان باید بریم این سربالایی ها رو رکاب بزنیم، پشتون کوه میشه جهرم. حرفی سخنی؟ هیچی، بیا کمکم. باش. خب بریم به سمت جهرم ببینیم جاده برامون چی داره. اتیکه کوهستانی پیش رو داریم. لار به جهرمیم، یه جاده کوهستانی داره، خیلی خوشگله، خیلی عجیب غریبه. اینجا یه سنگچین طبیعی هست، انگار سنگا چف شدن تو هم و این الان یه چند کیلومتریه که همینجوری هست. ببینید هست یه حالت سد ماننده که تا اون پشت کوه بود و تا جایی هم که چشکار میکنه هست. خیلی باحاله، دستاز نیست، طبیعیه، ولی چرا اینجوری شده نمیدونم. بعد یه سری شکاف هم لای این کوه ها هست، خیلی خوشگله، پر از غار و حالت مثل مسیر آبه. شاید رفتیم ببینیم که به آبشاری چیزی میرسیم یا نه، ولی خیلی خوشگله. اینم یه سربالایی خیلی شدید که فاطمه اون دور دورا داره میره. غریبه. به نظر میاد اون پشتش بکنم دریاچه ای، چه میدونم سرچشمه ای چیزی باشه، ولی فعلا ما شرایطشو نداریم بریم ببینیم. و تقریبا 30 تا اینا دیگه داریم تا جهرم. بیشتر این دستم یاری نمیده فیلم بگیرم. خیلی قشنگه. اینم شهر بعدی جهرم. به به چه بوی بهار نارنجی میاد. آقا بچه گیراگب، ما یه سوال ازتون داریم. به نظرتون تو آینده میشه بورم ضبط کرد فرستاد؟
این سوال بسیار پررنگ شده برای ما تو مسیر، چون خیلی جهرم بوی بهار نارنج میاد. اینم نخلستوناش و چقدر قشنگه، سر تا سر مسیر نخلستونه. بریم ببینیم جهرم چی داره برامون. اینم از بهار نارنجای جهرم با صدای پرنده ها. اینکه یه شب جهرم خونه دوستم موندیم و شب بعد گفتیم که بریم توی یکی از اون نخلستون‌ها که خیلی تعریفش کردم و خیلی هم زیبا بود کم کردیم و کلی هم کیف کردیم و اون شب دوستای ما شدن مهمون ما. اینم دوچرخه سواری هانا میزبان جهرممون. خوب بود هانا؟ چه چشاتو بستی؟ آفتاب چشمشه. آه آفتابه. خب بعد از سایکل توریست بشی؟ مثل ما با دوچرخه سفر کنیم. میانا خطه هشی رازی بچه با از جذاب ترین چیزهایی که توی جهرم وجود داشت، اونم بزرگترین غار دستساز دنیا که اگه رفتین جهرم حتما بریم ببینینش. واقعا قشنگ بود و تو نوبه خودش بی‌نظیر بود. من که خیلی کیف کردم. کات. داریم میریم به طرف غار سنگ شکن، سنگ اشکن. بعد بزرگترین غار دستساز دنیاست میگن، بریم ببینیم چجوریه. مسیرش هم خیلی زیبا و قشنگه. بالاخره من موفق شدم بیام این غار رو ببینم. یک دو دفعه اومدم جهرم ولی نشد. ولی چقدر خوشگله، خیلی خوشم اومد انگار از این غار. این غار دستسازه و بریم ببینیم توش چه خبره. خیلی خوبه، خیلی سرسبزه مسیرش. اینم بوی بهار نارنجه که پیچیده. اینم از غار سنگ شکن یا سنگ اشکن، خود جهرمی رو بهش میگن، که بزرگترین غار دستساز دنیاست. به روایتی مثل اینکه یه پسری عاشق یه دختر میشه و بابای دختره میگه که اگه میخوای دخترمو بهت بدم باید بری غار بکنی. حالا چقدر درسته یا نه نمیدونم. اونم بهش میگن کوه اتوبوسی. اونجا نمیدونم شبیه اتوبوسه یا چرا بهش میگن نمیدونم. کلا کوههای جهرم خیلی خوشگله، همشون خوشگله. اینم از داخل غار. خیلی قشنگه، خیلی بزرگه. خیلی هم خنکه، یعنی عین کولر میمونه. اون بیرون قشنگ اینجاها جهنمه، تو که میای خنکه. اینم ویوی شهر جهرم و این باغا. Thank you.
همیشه اونجا پیدا کردیم و چند روز مونده بود به عید و ما همچنان کلی راه داشتیم برای رکاب زدن. من فاطمه‌ام و اینجا گیتی گپ، هم رکاب ما باشید.